یکی خواستم سر بحث انقلاب بگم، اگر ما به اینجا رسیدیم چون این خواهر شورای رهبری نمیذارن، فقط جلوی شما میتونیم بگیم، همیشه حرفای ما رو قطع میکنن. واقعا مدیونشونیم، من که از صمیم قلب مدیون تک تک این خواهرام هستم، چون همه ما رو تونست از سرباز مجاهدی برای شما بکنن که امروز بتونیم جلوی شما رو سفید بشیم. اگه نبود سردار اشرف، اگه نبود خواهر صدیقه، اگه نبود تک تک که واقعا مثل شیر می جنگن، مثل شیرن. برادر من جسارت ندارم این حرف رو بزنم، ولی به عنوان گواهی فقط جلو خودت میگم، همیشه دوست داشتم این حرف رو بزنم. اون خواهرای شورای رهبری که شما سال 81 دیدین، اینا دیگه اونا نیستن. من ایمان دارم شما یه شورای رهبری اون موقع دیدی، ولی اگه الان یه روزی ما لیاقت اینو داشته باشیم که در برات باز کنیم، یه شورای رهبری دیگه خواهید دید. اینا اونا نیستن. همیشه تو نشسته خصوصی که باهات داشتیم سر شورای رهبری، من یادمه تو خیلی نشسته باهات بودم، از اون سوال میکردی، ولی واقعا قسم برات میخورم، به همون آقای نجف برات قسم میخورم، به سید الشهدا برات قسم میخورم، به ابوالفضل عباس که گفتی فرمان دستمونه برات قسم میخورم. من شنیدم از احمد تاجگردون شنیدم که خواهر زینب، خواهر ملک‌پری جلوی چرخ حامله خوابیده بودن. خودم صحنه خواهر معصوم و پیرهادی و خواهر سمیرا رو در به خبرنگاری دیدم. میخوام بهت بگم که اگه اینا نبودن، ما برادرها واقعا توی نقطه نبودیم، واقعا ما 36 تا توی نقطه نبودیم. فقط هم تنها تعهدی که گذاشتیم گفتیم که بتونیم، به خدا قسم شبه که عباس ما رو جمع کرد،